خب بچه منم داره تو خونش دنبال نظم خودش میگرده. اسما جون، مگه دیگه نظمی هم مونده که اون بخواد دنبالش بگرده؟ اینو میدونی که اینجا بودن ایپک تقصیر خودش نیست مگه نه؟ کیمیت، وقتی پای دوتا بچه در میونه ما اینجا نمیتونیم در مورد حق و ناحق صحبت کنیم. جفتشون نمیدونن دارن چیکار میکنن. برای اینکه عقلشون بیاد سر جاش باید چیکار کنیم؟ ما همین قضیه رو بدترش کنیم؟ اگه دعواهای قبلیشون رو میگفتی یه چیزی، ولی این دفعه دلیلشون خیلی مسخره است. چون دارم از دخترم دفاع میکنم فکر میکنی دارم میونشون رو خراب میکنم؟ ببین داری طرف یه نفر رو میگیری. من از پسرم دفاع نمی کنم. از ایپکم دفاع نکردم. اگه میخواد ناراحت بشه بذار بشه. اگه میخواد درس عبرتی واسش بشه باشه، من کاری ندارم. ولی یعنی چی که میذاره از خونه میره؟ مگه همچین چیزی ممکنه؟ باشه. خیلی خوب، کاری که فکرت کرده اشتباهه. ولی وظیفه ما اینه که کاری کنیم به تفاهم برسن. هرچی باشه ازدواج بازی نیست که. اسما خانم، شما این وسط ازدواجی میبینی ها؟ ازدواجی مونده، طلاق میگیرن. ایپک تصمیمش جدیه، حتی نمیذاره امام دخالت کنیم تو کارش. میفهمی چی میگم؟ آه طلاق دیگه چیه؟ این حرفا چیه میزنی؟ نمیشه دیگه. مگه آقا فکرت بهتون نگفته؟ نه. مگه فکرت میدونه؟ بله، خود ایپک بهش گفته. معلومه چه قدم جدی گرفته. یا حتی توی خونه اینقدر اوضاع به هم ریخته است که نگفته چی بگم. باز تو داری به من تیکه میندازی، ولی این وسط بحث ما نیست کیمت. اونایی که این وسط میمونن، اونایی که این وسط فدا میشن، نوه های تو هستن. ای بابا، من اصلا نمیفهمم این کارا چیه که ایپک میکنه ها. من دیگه نمیدونم چی بگم. بعد از این همه اتفاق بدون هیچ دلیلی خواسته طلاق بگیره؟ واقعا که فکرتم همش مثل پروانه دورش میگرده، همش سورپرایزش میکنه. خب حالا حسودی کرده دیگه، شوهرشه چی میشه؟ شوهرتو تا حالا حسودی نکرده؟ فکرت یه اشتباهی کرد. خیلی خوب، ولی خب نیتش ناراحت کردن نبوده که. شاید واسه اینه که کارایی که تا الان کرده رو نتونسته از دل ایپک در بیاره. نمیشه اسما، خودت میدونی که صبر آدم یهو لبریز میشه، درسته؟ ای بابا، من اومدم میخوام از تو کمک بگیرم. ببین داری چی کار میکنی کیمت. ببین منو، اصلا سعی نکنی دخترتو پر کنی، یکم واسش مادری کن. من اومدم اینجا ازت کمک بگیرم ولی اشتباه کردم. کاری که تو میخوای بکنی. آره الان وضعمون اینه، واسه دخترم بلا درست کردی، خسته شدم. ای بابا، خدای من، تو این سن و سال داری میری ماه عسل، اون وقت از مادری کردن واسه خودت حرف میزنی؟ وای بی فکر آدم بی فکر. فکر کرده اگه اینا طلاق بگیرن به این جایزه میدن. بی تربیت بی فکر. خدای از دست اینا چی کار کنم؟ این برگه هارم یه نگاه بنداز. مامان، تو اصلا با فکرت حرف نزدی؟ نه، چی شده؟ من تا پیش پای کیمت خانم اومدم، حرفاشو به هم زد. الانم دارم برمیگردم، ایپک میخواد طلاق بگیره. چرا این بچه هیچی به ما نمیگه؟ باز چی تو فکرشه؟ باشه مامان، تو آروم باش. چیه هی میگی آروم باش آروم باش؟ خدا رو شکر که شهاب خونه نبود. ببین این پسر ما رو به چه روزی انداخته آخه. مامان من امروز دیدمش، ولی از طلاق اینا حرفی نزد. حتی به هم گفت که امشب با ایپک برمیگردیم خونه. تو از این موضوع مطمئنی؟ منم دارم حرفای کیمیه تو بهت میگم. به فکرت زنگ بزن، بهش زنگ بزن، مثل آدم باهاش حرف بزن. باشه باشه مامان، تو فقط آروم باش. باشه من درستش میکنم. ای بابا از دست فکرت، باز معلوم نیست چی کار میکنه. آقا فاروق، آقا غریب اومدن، بگم بیام تو یا منتظر بمونن؟ بگو بیاد تو. سلام فاروق. سلام داداش، خوبی؟ خوبی. سلام داداش. من فکر میکردم امروز مامانم با شما میره بیرون، ولی رفته پیش کیمت خانم. آره، میخواست باش حرف بزنه، منم نتونستم جلوشو بگیرم. بعد از قضیه فکرت، البته جلوی فکرت هم نتونستم بگیرم. الانم ترسیدم باز یه حرف اشتباهی بزنم. چی شده؟ داداش میخوای قبل از شنیدنش یه قرص زیر زبونی بخوریم؟ نظرت چیه؟ باز مثل اینکه کارای فکرت شروع شده. داداش تو اول تعریف کن ببینیم چی شده. فکرت
میخواد من سهامشو تو شرکت ازش بخرم. باز فکرت کاراشو شروع کرد و باز ما متوجه نشدیم. من دیگه باید برم. تو هم از الان اینجا کلی کار داری، نمیخوام بیشتر از این وقت تو بگیرم. خواهش میکنم ایپک، این چه حرفیه میزنی؟ ایپک، وسایلتو گذاشتم تو ماشین، چیز دیگه ای لازم نداری؟ نه آبجی نورگل، ممنونم. سرای خانم لیست شام امشبو به هم ندادی؟ نمیدونم آبجی نورگل، الان چیزی به ذهنم نمیرسه، بعدن با هم حلش میکنیم. باشه؟ باشه. ایپک، من میدونم تو الان عصبانی هستی، نمیخوام بهت فشار بیارم، اما بعدن پشیمون میشی، همینجوری زود تصمیم نگیر. ها ایپک، میدونی که ما یه خانواده خیلی بزرگ و قوی. ها میدونی که چه بلاهایی سرمون اومده، از چه مشکلاتی رد شدی. باشه، حق با توه، اما هممون اعصابمون خورده. اعصابتون خورده؟ اینجوری اعصابتون خورده؟ آره؟ مسخره است. اگه تو بودی خیلی راحت تر میتونستی اینو پشت سر بذاری. نه ایپک، خودت هم میدونی منظور حرفم این نبود. خیلی خوب میدونی منظورم دقیقاً چی بود. باشه، میدونم فکرت حماقت کرده. باشه، قبوله، میدونم حق با توه، هممون همین نظر رو داریم، هممون داریم از تو دفاع میکنیم. ما به عنوان یه خانواده داریم به فکرت نشون میدیم که چه اشتباهی کرده و الانم دوباره باید دل تو به دست بیاره. هممون اینو بهش میگیم. بس دیگه، بس سوریا، بس، واقعا بس. از وقتی اومدم اینجا سکوت کردم، اما تو از زیاده خواهی دست بر نمیداری. اما اگه برای من اسم و سلطان بازی در نیاری واقعا ممنون میشم. این چه ربطی به اسم و سلطان داره ایپک؟ چه ربطی داره؟ من فکر میکنم ما با هم دوستیم، این همه با هم خوب بودیم. اینجوری با هم دیگه دوستی؟ دوستان وقتی واسهشون مشکلی پیش میاد همش کنار هم میمونن، میرن دنبالشون. اون وقت تو میبینی تو چه حالی، هم به هم زنگ میزنی بیام اینجا ببین منو کجا آوردی. روی مبلی که اسم و سلطان مهموناشو پذیرایی میکنی، ببین کجا نشستی. من دارم بقیه رو میبینم، هنوز یه روز نشده، اینا رو هم بدبخت میکنی. ایپک، من که به دلیل نیومدنم و تعریف کردم دیگه. فکر میکردم کنار مامانت نمیتونی راحت حرف بزنی، واسه همین گفتم بیای مامانو از خونه بیرون کردم. تازه من کسی رو بدبخت نکردم، من فقط دارم سعی میکنم نظم امارت رو بهش برگردونم، همین. تو چرا یکم رو راست نمیشی؟ یکم رو راست باش. اگه نمیخوای با من رو راست باشی، حداقل با خودت رو راست باش. الان خانوم خونه ای هستی که از وقتی وارد شدی میخواستن بندازنت بیرون. سریا، شاید الان متوجه نباشی که چقدر از این بابت خوشحالی، ولی من خیلی خوب میبینمش. همینه که تو هی داری از ما و ما شدن حرف میزنی. همچین چیزی تو این خونه وجود نداره، هیچ وقتم نبوده. تو همیشه یه شوهری داشتی که پشتت وایستاده. شما یه تیم خیلی خوب بودین و به هر چیزی که خواستین رسیدی. هیچی هم که نباشه، من فکر میکردم تو یه کار متفاوت انجام میدی، ولی همین کارم نتونستی. تو هم دنبال روی اسم و سلطان شدی. منو تو با هم دوستیم، آره؟ تو هم مثل اسم و منو کوچیک میبینی. به خودت میگی دوتا حرف خوشگر بهش میزنم و دست به سرش میکنم، بعدش هم میری دنبال خوشگذرونید، بعدش هم میگی من کاری که مرسه بود و انجام دادم. ایپک، داری از چه جایگاهی حرف میزنی؟ بگو از چه جایگاهی حرف میزنی؟ من فقط میخوام از خانواده‌ام مراقبت کنم. تو همیشه تو این خونه سعی کردی از شخصیتت مراقبت کنی، ولی من همیشه جایگاه همو میخواستم. ولی الان حالمونو ببین، نقشمون عوض شده. میدونی باید چی کار کنیم؟ نقشمونو قبول کنیم و خوب اجراش کنیم. تو همیشه دوست داری طرف مقابلت باهات رو راست باشه، ولی اول باید یاد بگیری که با خودت رو راست باشی. اینم یه نصیحت دوستانه از من به تو.
فکرت این همه پول واسه چی میخواد؟ داداش غریب، اگه ما جلسه هیئت مدیره تشکیل بدیم نمیتونیم مانع فروختن سهمش بشیم؟ نه نمیتونین. ولی داداش گیریم داداش غریب نخواد این سهمو بخره، ولی این دیوونه اگه مصمم باشه حتما یکی رو پیدا میکنه که سهمشو بخره. خب اگه میخوای من سهمشو میخرم بعدش با همون قیمت به شما میفروشم. بلا شاید بعد از این یکم عقلش سر جاش بیاد. ببینم این کی عقلش اومده سر جاش، کی عاقل شده که این دفعه دومش باشه. این الان اگه بره سهمشو به یکی دیگه بفروشه که بدبخت میشیم، وضعمون خیلی بد میشه. من باید یه راه دیگه پیدا کنم. چه راه دیگه ای داداش؟ نمیدونم، نمیدونم آکف، به خدا نمیدونم. باید فکر کنیم داداش. ازت خواهش میکنم اینو به مامان نگو، چون واقعا تحملشو نداره. نه بابا نمیگم، واقعا تحمل اینو نداره. بله مصطفی، این شاهزاده ما کجاست ها؟ تو ترمیناله پیش آدم. چی؟ بله آقا، وقتی با هم دیدمشون اومدم ترمینال گفتم یکم اونجا بچرخم ببینم کارکنای اونجا چیزی میدونن یا نه. خب میخواد با آدم توی یه کاری شریک بشه. حتی مردم داشتن مسخره میکردن که این کار ریسک زیادی داره. ببینم آقا مصطفی، مطمئنی که مردم علکی حرف نمیزدن؟ تو از کی شنیدی؟ نه آقا، منم به همین فکر کردم، ولی آدم یه رفیق داره، رفتم یواش از زیر زبون اون حرف کشیدم. خیلی راحت میگفت میخوان با هم کار کنن، اصلا هم نمیخواست پنهونش کنه. میگفت آقا فکرتم تا صبح اونجا بوده، صبح با آدم رفتن بیرون. بسیار خوب، تو میتونی بری خونه آقا مصطفی. ای خدا، باز شروع شد. داداش میخوای اینو ببریم پیش روانپزشک داروی چیز بهش بده؟ بشر آدم که نمیشه. خیر باشه. من برم بگم قهوه بیارن واسمون، اول یه خورده آروم شیم، بعدش بشینیم فکر کنیم ببینیم چی کار میشه کرد. داره لگد میزنه. آره عزیزم، اینجوری لگد میزنه، اینجوری لگد میزنه. آره نگران نباش، مهم نیست، من لش میکنیم. یاسمین جون میشه اینو بگیری؟ میدونی لگد میزنه؟ امروز واقعا خوش گذشت. بفرمایید. میبینم اتون. خدافظ. خیلی ممنون. خدافظ. بای بای. منم ازتون ممنونم. به سلامت خوشگلم. اینجا واسه خودته، دیگه نمیتونی فرار کنی. تازه من واسه تست صدا اومدم. آره اومدم کلاس صدا، حداقل برای اینکه بهم گوش بدی یکم صدا رو بشنو. ای بابا این چرا اینجوری شده؟ فردا میگم یکی بیا درستش کنه. بیا بیا، باید یه چیزایی رو برات تعریف کنم. اگه از در بندازی بیرون از پنجره میام، تا به حرفم هم گوش ندی از اینجا نمیرم. واسه همینم هر چه زودتر بیا. خاله، تو فکر کردی میتونی منو با این بازیات خام کنی؟ ببین هنوزم داری به هم میگی خاله. درسته که ازم دل سرد شدی، ولی قلبت هنوز منو خاله میدونه عزیزم. اون با این فرق میکنه. خب اینم فرق میکنه. ما کی از هم انقدر دور شدیم؟ ها به هم بگو کی اینجوری شد؟ سریا امتحان کرد تونست کاری بکنه. اون درد دائم واسه ما همینجوری مون داره. تو اگه تو به همون احتیاج نداری، این بچه به ما احتیاج داره. من هیچی حالیم نمیشه. اگه بگی نمیدونم یکم از هم دور بمونیم، چه میدونم یکم به هم زمان بدیم. من مثل شما کتابای روانشناسی و اینا نخوندم و مثل سریا خانومم نمیتونم یه گوشه بشینم و منتظر بمونم. واقعا ببخشید دیگه. داره وقتمون میگذره. بعدش خودت میای بهم میگی چرا تو روزای سخت پیشم نبودی خاله. میای میگی من اینو میدونم. من دیگه هیچ زمانی واسم نمونده خاله. ببین منو اونجوری چشاتو واسه من درش نکن، تو حرفم هم نپر. حتما اومدم یه خبر خوب بهت بگم دیگه. اون شوهر زشتی تو گونش از هم جدا شدن. جدی؟ واسه همین انگشتر انداختن؟ چی؟ چه انگشتری؟ گونش اونو انداخته بیرون. ولی تو همین امروز با هم دیگه بودن.
یعنی چی ها؟ کی؟ چرا داری چرت و پرت میگی دختر؟ تو حتما اشتباه دیدی. دیروز به من زنگ زد، گفت جدا شدیم و دیگه همه چی تموم شده. چه خوب، ببین چقدر دوست صمیمیت راستگو بوده. دلارا متاسفم، جدی میگم، من نمیدونستم دیروز. دیگه هیچی واسه من مهم نیست. خیلی خوب باش. دیگه هیچی واسه من مهم باش. نیست. این که چی گفته، کی گفته، به کی گفته، واسه من مهم نیست. آدم داره به زندگیش ادامه میده، عالیه. منم دیگه همین کارو میکنم. من دیگه چقدر واسه کسی که لیاقت نداره زندگیمو تباه کنم. درسته. اگه الان مقاومت نکنم فردا بچه‌م هم میخوان ازم بگیرن. وای خدا نکنه. من دیگه فهمیدم. خودمون باید به داد خودمون برسیم. ببین دیگه قشنگ نشستم سر کارم. همین خوبه، نظر منم همینه دیگه. فقط ما واسه هم موندیم، ارزش داره به اون دیوونه فکر کنی ها؟ من منظورم از خودمون خاله جون، خودم و بچه‌م بود، نه شما. پس من باید برم دیگه. آره باشه، من گم میشم و میرم، ولی هنوزم رو حرفم هستم. من رو حرفم هستم دلارا، من تنهاد نمیذارم، اینو بدون. تو داری منو مسخره میکنی؟ آره، زنی که یه احمق عوضی، آشغال، خاک بر سرت، احمق. عثمان سلام. سلام، خوش اومدی. خیلی ممنون. راستش تو خوش اومدی، چطور اوضاع؟ عادت کردم ولی یکم عجیبه. خب خانواده بوران به همین عجیب بودن و معروفه. ولی خوبه، تو رو که دیدم بهتر شدم. منم همینطور، خیلی ممنون. مامان؟ عثمان؟ کجا بودی؟ آی تو رو خدا، اصلا هیچی نپرس بذارم. خوش اومدین. خوش اومدین. چطوری؟ خوبم، تو چی؟ امروز فکرتو دیدی؟ نمیدونم، با پیامی زنگی چیزی پیداش کنم شب شام بیاد خونه. نورگل، نورگل. بله خانم جون. شب فکرتم برای شام میاد، یه غذای خوبی چیزی درست کن، یه چیزی هم با روغن زیتون درست کن. مامان چیز ما، تو که نبودی با آبجی نورگل یه لیست غذایی نوشتیم، اما اگه بخوای عوضش. آره معلومه، من گوشتا رو گذاشتم تو مواد، ولی همین الان لیستو عوض میکنم، مشکلی نیست. حالا که لیستو مشخص کردین همون درسته. پس تا اون موقع دیگه کاری ندارم، میرم تو اتاقم. تا موقع شام استراحت میکنم. دوباره همدیگه رو میبینیم؟ حتما. چیه؟ چیه؟ اعصابت خورده میخوای رو من خالی کنی؟ دارم دیوونه میشم، بیا اینجا، بیا یکم کمکم کن، کمک. خیلی خوب، بذار وسط یه چیزایی رو توضیح بدم الان. مثلا داستان آناستازیا رو میدونی؟ به خاطر بازی فوتبال آشنا شدیم. فوتبال؟
آره؟ خب یعنی چیزه، داداشان به خاطر بچه داری نمیتونستن فوتبال بازی کنن. خب بعدش هم شما هم که داشتین جشن میگرفتین. ولی کاش جشنو نمیگفتی. مگه میشه نگم دیگه؟ خب پس واسط بد میشه. تهدید میکنه دیگه، پس چاره ای نیست. خب ببین چیز بود دیگه، داداشا بچه‌ها رو واسه خوابوندن سپردن دست این دختره، بعد خودشون رفتن مثل بچه‌ها بازی کردن، نمیدونم گل و از این حرفا دیگه. منم دیدم دختر بیچاره داره تنها نشسته دیگه، حوصله‌اش سر میره. جنتلمن شدی. آره بعدش هم صحبت کردیم و فهمیدم که خیلی کتاب خوندن دوست داره. آها فهمیدم، یعنی موضوع بحثتون از کتاب شروع شده. ادامه پیدا کردی؟ مسخره می‌کنی؟ باش. تو چطوری الان؟ نپرس به نظرم تو این خونه یه اتفاقی مثل حنا بندون باید بیفته. حالا نه دیگه تا اون حدم هیجانی. خب ببین یه جوری باید باشه که همه خانواده با همدیگه حبس بشن، برنامه ریزیش هم شما انجام بدین. اگه شما انجام بدین مطمئنم حتما یه ماجرای پیش میاد دیگه. میشه از این به بعد بیشتر بیای اینجا؟ اگه مسخره نکنی میام. مسخره نمی کنم، قول میدم. تازه انقدر مسئولیت کارایی که وظیفه من نیست رو دوشم افتاده که، یعنی باور کن نوبت به تو نمیرسه، راحت باش. اینم میگذرم. امیدوارم. ممنون. تو از پسش برمیای. خب الان باید تو خیلی خوب اینم از این اینجوری جداش کردم. خیلی خوب، الان همزن رو در میارم. آها پیداش کردم، الانم میزنمش به پریز. خوب انگار خراب گلستان، یادم بنداز اینو درست کنم. باشه خیلی خوب. آها آهی نظیف، نه الان نباید همش میزدی. نه ای خدا، چی؟ داداش میبینی زندگی ما رو؟ باید مخلوطش کنم دیگه. میدونم بابا بلدم. آره هنوز شیرو اضافه نکردی. خیلی خوب، شیرو کجا بریزم؟ عزیزم بریز اینجا؟ اینجا؟ آره دیگه انجامش بده، زود باش نزدیک کن خودته. بسه؟ خب نظیف بندازش تو ظرف. آره خیلی خب، اینم از آفرین کره رو اضافه کن. اینم بریزم تو این. آره یه تیکی کوچولو بنداز. چی شد؟ فکر کنم به خاطر این کار ازم طلاق بگیری. شکرشو ریختی؟ هم بزن، همشو با همزن هم بزن. خیلی خب، این از این استفاده کنم. همه رو قشنگ هم بزن، قاطی کن. باشه. وای نظیف بسته. اینجوری خوبه؟ چی کار کردی؟ قطع کن، الان میام خودم. قطع کن. آی نظیف، نظیف با اینجا چی کار کردی آخه؟ نظیف تو چی کار کردی؟ یه وقت آبجی نورکل ببینه میکشتت. بابا چی کار کردی تو آخه؟ داداش مصطفی شوهرم هر وقت میاد آشپزخونه وضعمون همینه. نظیف در آشپزخونه زنده نمیذارتش. عشقم به نظرت من آشپز میشم یا نه؟ عزیزم این حرفا یکم اینجا رو تمیز کن، زود باش. آخه این چه وضعشه؟ اوکی اینم ویندوز، اینجا هم بلک بورده، بعدش اینجوری. آها میخوام هی هپی باشم. هپی هپی، همینجوری آهنگ بخونیم. لبخند. پسر مگه عقل تو از دست دادی؟ چرا داری چرت و پرت میگی آخه؟ دارم شوخی میکنم، بذار قدش. آی چه کاری میکنی؟ این کاره یعنی چی؟ میشه یکم مسخره بازی نکنی؟ دلقک بازی هم در نیار، اینجا رو مرتب کن. اعصاب منم اگه خورد کنی خودم تیکه تیکت میکنم. دقیقا همین جوریه، آبجی نورگل اگه منو ببینه منو میکشه. چرا میکشه؟ چرا این کارو بکنه؟ مرحبا بکن، واقعا میخواد منو بکشه. بیا بیا. نکن پسر. خیلی باحالی، باور کن باور کن، میخواست منو اونجا بکشه. لا 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 لا. نکن پسر. بسه. صبح بخیر. صبحتون بخیر همکارای نمونه. صبح بخیر. صبح بخیر. با رئیستون کار داشتم، تو اتاقشه؟ بله تو اتاقشه. باشه. صبح بخیر. پسر تو دیوونه شدی؟ تو بازم دیوونه شدی؟ آره؟ داداش آروم باش. داداش بگیر. مثلا این که خبر به گوش شمام رسیده. آره؟ ببین چه جوری داره مسخره مون میکنه. نه خیر نه خیر. باور کن میگیرم میزنم تا اینقدر شما بازی نکن. یه لحظه آروم باش. صبر کن. یه لحظه خونسردی تو حفظ کن. آروم باش. من بهت گفتم. نگفتم. گفتم نمیخوام اون یارو رو تو شرکت ببینم. من گفته بودم که اگه اونو نگه دارین هر اتفاقی بیفته من مسئولش نیستم. با خودته مگه نگفتم ها؟ ببین داداش
من تنهایی دارم این ریسکو میکنم. کارم به شرکت صدمه نمیزنه. سهام من به غریب نمیده. گوش کن آقا غریب، سهام تو رو نمیخره اصلا. به نظر من خوبه که قضیه رو بزرگ نکنیم، چون من بالاخره این سهامو میفروشم. حداقل برسه دستی که میشناسیش. بس کن. چیه راست میگم دیگه؟ ببین داداش من، ببین پسر عزیزم، ببین داداش گلم، این تصمیمات ناگهانیت نتایج خوبی نخواهد داشت. میفهمی؟ اینجا یه شرکت خونوادگی فکره. تو داری کجا میری؟ چشماتو باز کن. من خرابش کردم؟ این شرکت خونوادگی رو؟ اون کیه که آدم غریبه رو به من ترجیح داد؟ فکرت من کی؟ یه غریبه رو به خونوادم ترجیح دادم؟ پسر کی؟ من واسه خونوادم زندگی میکنم، واسه اونا کار میکنم. تو چرا همیشه وقتی به مشکلی میخوریم این کارا رو میکنی؟ تو از الان مشکل کم نداریم. وضعیت شرکت معلومه، وضعیت مامان معلومه. تو داری چی کار میکنی؟ کاری میکنی که مامان سکته کنه. تازه جریان درخواست طلاق ایپک هم فهمیده، اون داشت دیوونه میشد. پسر من الان باید چجوری برم اینا رو واسه مامان تعریف کنم؟ ها؟ خب داداش، منم واسه همین رفتم پیش غریب، واسه اینکه به فکر مامان بودم. هر چقدرم که لجباز باشم، بازم به یه چیزایی فکر میکنم. غریب واسه این کار خوبه، واسه قسمت توریست بران، یه برنامه‌ریزی عروسی خیلی خوبه. نه این فکر رو آدم انداخته تو سرت؟ نه ولی هر کی بوده خیلی خوب آمار داده، خیلی خوشم اومد، واقعا دمش گرم، واقعا عالیه. داداش، آدم نه فکری تو سر من انداخته، نه به هم جسارتی داده. ما فقط میخواییم با هم کار کنیم، شریکیم، همین. فکرت تو عقلت از دست دادی، چی کار میکنی؟ فکرت مردم عوض نمیشن، هرچی که دیروز بودن امروز هم همونن، میفهمی؟ حالا چون واسه فداکاری کرده دلیل نمیشه فکر کنی اون عوض شده. همینه دیگه، من تو چشم تو بد شدم، دیگه هم نمیتونم تغییرش بدم. نمیدونم، شاید من و آدم به عنوان دوتا آدم خطاکار بهتر هم دیگه رو درک کنیم و بفهمیم. و متاسفانه کسایی که تو دنیا دنبال شانس دومن آدم های دوست داشتنی نیستن. متاسفم. فکرت؟ تو مطمئنی؟ یعنی میخوای آدمو به ما ترجیح بدی؟ داداش من هیچ چیو ترجیح نمیدم، اما تو ترجیح دادی. حداقلش اینه که آدم داداشمه. اوکان کی؟ سر اجازه بده داداشت باشم، من فقط همینو میخوام، همین. تو چه جور آدمی هستی آخه؟ خسته شدم دیگه، خسته شدم. خدا بگم چی کارت کنه؟ لعنت به اون روزی که من برادر تو شدم. من اصلا داداشت نیستم. تو نمیتونی صورت واقعی این بشر رو ببینی، انقدر کوری؟ حداقل آدم داداشمه. اوکان کیه؟ Thank you.
بیا 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 بیا. اگه بابا ببینه چی؟ ببین اگه نمره دوتامونم عوض شه بابا متوجه نمیشه، فهمیدی؟ اما اگه بفهمن منو میکشن. چرا تو رو بکشن؟ منو میکشن. من میگم کار من بوده. خب بده ببینم چی کارش کنیم. خیلی خوب بگیرش. حداقل 5 مینوشتی. نه نمیشه اونجوری میفهمن. ببین از این به بعد باید درساتو خیلی خوب بخونی. باشه؟ باشه قول میدم. ممنونم داداش. تو بهترین داداش دنیایی. بگو برای چی کار کنم. مگه واسه اینو واسه برادری میکنم. فاروق؟ عزیزم چی شده؟ فاروق؟ فکرت میخواد سامشو بفروشه به آقا غریب و با آدم شریک بشه. چی؟ نمیدونم این بچه چه فکری تو سرشه. میگه که آدم عوض شده، میگه که باید بشه شانس دوباره بدیم. از این حرفا نمیدونم چجوری باید بهش اعتماد کنیم. چجوری میتونه هنوز بهش تکیه کنه؟ چجوری میتونه مطمئن باشه که اون عوض میشه؟ آدم ها تو بچگیشون هر جوری که باشن تو بزرگسالی هم همونن. مگه تو عوض شدی که آدم عوض بشه؟ نظر شما چیه؟ آدم نمیتونه عوض بشه؟ نه نمیتونه. یه ضرب المثلی هست که میگه آدم تو 7 سالگیش هر جور باشه تو 70 سالگیش هم همونه. شما عوض نشدین ها؟ نمیدونم عوض شدم. بیاین امروز یه ارزیابی بکنیم. میشه گفت که حدوداً بیش از یه ساله که داریم با هم کار میکنیم، ولی شما با خواست خودتون نیومدین اینجا. همسرتون شما رو فرستاده، درسته میگه؟ همسر سابقم. بله، همسر سابقتون. و یکم هم با بیمیلی اومده بودین. بعدش فهمیدین که تغییر کردن کار آسونی نیست، که سری واسه انسان اتفاق بیفته و خیلی عصبانی شدین و درمان و نیمه کار رها کردین، درسته میگم؟ ولی بعدش دوباره برگشتین و اینجا بودن رو انتخاب کردین و یواش یواش رابطتون با خودتون شروع به تغییر کرد. اینم تو روابط دیگتون تأثیر گذاشت. خب مثلا تصمیمات خیلی مهم می گرفتین، مثل تصمیم به طلاق یا کمک کردن به داداشتون. آقا فکرتو میگم، اینجوری انسان جدید وارد زندگیتون کردین. احساس اعتماد کردنتون خیلی پیشرفت داشته، که این واسه کسی مثل شما اصلا چیز آسونی نبوده. خیلی تلاش کردین و زحمت کشیدین. اینجوری نیست؟ همه اینو از نظر من تغییر محسوب میشه. نظر شما این نیست؟ میشه بگی؟ بابا شدن فراموش کردین. بابا شدن و فراموش نکردم، اما من اینجا دارم از تصمیماتی حرف میزنم که شما آزادانه و با اختیار خودتون گرفتینش. بابا شدن و شما انتخاب نکردین. حتی واسه تون غافلگیر کننده بود. در ضمن هنوز که پدر نشدین، ولی درسته، راست میگین، بزرگترین تغییر تو زندگیتون پدر شدنه. شاید هم مهمترین تغییر زندگیتون همین باشه.
سعی میکنم خودم رو تصور کنم، یعنی به عنوان یه پدر ولی نمیشه نمیتونم. نه خب البته این یه مدرکی چیزی چه میدونم یه کلاسی چیزی نداره که بری. خب پس باید چی کار کنی؟ باید از بابای خودت تقلید کنی، همینجوری نیست؟ آه همینه. خب من نمیدونم از بابام چی دیدم که بخوام به بچم بدم، یعنی خب یعنی کسی که به دنیا اومدنش هم مثل یه راز مخفی بوده. خب یعنی یه بچه‌ای که تا امروز پدرش هیچ وقت نوازشش نکرده به بچه خودش چی میتونه بده؟ نمیدونم. تا امروز حتی برای یه بارم تو روز تولدم شمع فوت نکردم. حتی یه بار. تو کل عمرم یکی از تولدامو نتونستم راحت و آشکار جشن بگیرم. همش پنهونی مثل یه راز. مادرم که نگیم خودشو حبس کرده بود، کتک خورد. خب منم خوردم. خودتون همیشه میگین آدم یه چیزایی رو یادش میمونه، حفظ میکنه. خب حفظیات منم از همین چیزاست دیگه. شما از این ناراحتین که مبادا همین کار رو واسه بچه‌تون انجام بدین؟ نه 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 نه، امکان نداره که بخوام بچه خودم رو بزنم، اصلا امکان نداره. نه ولی من نمیدونم یه پدر با بچه‌اش چطور رفتار میکنه. نمیدونم. خب چجوری بچهشو ناز میکنه؟ چطوری بچهشو بغل میکنه؟ نمیدونم. بله شما تو کودکیتونم مورد خشونت قرار گرفتین و هم شاهد خشونت ناپدریتون نسبت به مادرتون بودین، که این چیز کمی نیست و میتونه زخمای عمیقی تو روح یه بچه ایجاد کنه. حق دارین، میدونم. بعدش هم تو اون سن و سال مادر برای بچه ها مثل یه قلعه است، میفهمین؟ قلعه من شنی بود. درسته، منم میخوام همینو بگم. بچه ها وقتی متوجه میشن که مادرشون نمیتونه ازشون مراقبت کنه، از زندگی و روابط و از اتفاقاتی که ممکنه تو زندگیشون بیفته میترسن. این خیلی طبیعیه، خیلی محتمله، خیلی قابل پیشبینیه. ولی شما که اون چرخه رو ادامه ندادین. ببینین ببینین، میخوام به یادتون بیارم وقتی که همسر سابقتون رو کتک زده بودین، دلار خانم اینو قبول نکرد، مثل مادرتون سرخم نکرد و به شما گفت که یا میری درمان میشی یا من نیستم، و شما پاشدین اومدین اینجا. اینجا بودن رو انتخاب کردین. یعنی در اصل اولین کسی که چرخه خشونت رو تو خانوادتون شکست این شما بودین. مامانم چرا این کار رو نکرد؟
کاری کرد هم خودش زجر بکشه هم من. تازه وقتی هم که فیضی بوران منو قبول کرده بود بازم نکرد. نکرد. شایدم اون موقع، یعنی وقتی که واسه اولین بار از شما مراقبت کرده بود، خودشون نسبت به باباتون قوی تر و پایدارتر حس می کرده. ولی بعدش تصمیم اشتباه گرفت. رو ازدواجش اشتباه کرد. بعدش هم نتونست از اون ازدواج خلاص بشه به خاطر فشار اجتماعی یا نداشتن استقلال مالی. درسته اشتباه کرد. بله، ولی این اشتباهش به قیمت زندگی من تموم شد. یعنی شاید مثلا اگه من تو امارات بورانا بزرگ شده بودم میفهمیدم الان یه پدر با بچه چطور باید رفتار کنه. واسه همین دارین به آقا فکرت کمک میکنی؟ متوجه نشدم. یعنی چی؟ واسه این که داداشتون دوباره رو پای خودش بیسته، اونم بعد از اون همه اتفاقاتی که بینتون افتاده. یعنی بالاخره با بورانا خیلی اتفاقات ناخوشایندی رو تجربه کردین، ولی بازم تمام درگیری های احتمالی رو به جونتون خریدین و کمک کردن انتخاب کردین. به این فکر کردم که یه دینی بهش دارم و اون به خاطر من خیلی چیزا رو تحمل کرده، خیلی بلاها سرش اومده و تازه. و تازه چی؟ نه چیزی نیست. نه خب تازه برای اینکه پسرم یه عمویی داشته باشه این کارو کردم. همین. فکرت دوتا بچه داره. خب اگه جایی گیر کردم، خب میتونم ازش بپرسم. خب اینجوریه دیگه، من اطرافم خیلی آدم نیست که کمکم کنه. بله، کمک گرفتن چیز خوبیه، شریک شدن خیلی چیز خوبیه، ولی آقا آدم باور کنین بهترین کسی که میتونه بهتون پدر بودن رو یاد بده بچه تونه. من قرار نیست چیزی بهش یاد بدم. این دلیل نمیشه که همیشه اون یاد گیرنده باشه. شما میاد میگیرین، درسته؟ اون زندگی رو یاد میگیره، شما پدر بودن رو یاد میگیرین، آروم آروم با تلاش کردن، با صبر کردن. خب منم همینو میگم. من چه میدونم، خب من یه آدم بی صبر، پر استرس، عصبیم. دوست ندارم بچم مثل خودم باشه، میفهمید؟ چه میدونم اگه دست و پامو گم کنم بعد با این ترسم اونو بترسونم چی؟ آخه من به اینا فکر میکنم. من فکر میکنم حفظیات شما تغییر کرده، ولی اگه میخواین این کارو بکنیم شاید این یکم شما رو راحت تر بکنه. در طول روز خودتونو زیر نظر بگیرین، ببینین وقتی عصبانی میشین چی کار میکنین، داد میزنین، با صدای بلند حرف میزنین یا چجوری عصبی میشین. اون لحظه ای که عصبانی شدین، وحشتناکه، اون لحظه ای که عصبانی شدین یه نگاه تو آینه بندازین ببینین چجور آدمی رو میبینین. یکم به مرور میبینین که عوض شدین، درسته؟ شما چرخه خشونت رو شکستین آقا آدم. وقتی اینا متوجه بشین من مطمئنم زندگی بچه‌تونم یه جور دیگه ای شکل میگیره، باور کنین.